بعد از طلاق محمد رضا شاه از فوزیه در سال 1327 و بعد از حضور پروین غفاری مشروقه شاه در سالهای 1326 تا 1328 و در نهایت 7 سال بعد از اینکه فوزیه از خانواده سلطنتی جدا میشه و به مصر میره، محمد رضا شاه که هنوز توی سالهای اولیه پادشاهیش بوده با یه زن دیگه به اسم ثریا آشنا میشه. امروز قرار داستان زندگی ثریا اسفندیاری رو با هم بشنویم. پس با من همراه باشید. سلام دوستان. قبل از شروع ویدیو اگر تا به حال عضو کانال ما نشدین کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین. ثریا اسفندیاری اول تیر ماه 1311 تو جنوب اصفهان، جایی که بعداً اسمش به چهارمحال بختیاری تغییر کرده بود، به دنیا میاد. پدرش خلیل اسفندیاری اصالتاً بختیاری بوده و مادرش اوا کارل اهل آلمان بوده. اون فرزند اول خانواده بود و یه برادر کوچکتر به اسم بیژن داشته. تو 8 ماهگی به خاطر شیوع بیماری آبله تو ایران با خانوادهش به شهر برلین آلمان مهاجرت میکنه، تا اینکه تو پاییز 1316 توی 5 سالگی دوباره به ایران برمیگرده. ثریا تو اصفهان وارد مدرسه آلمانی‌های مقیم اصفهان میشه و زبان فارسی رو نزد یه معلم خصوصی یاد میگیره. تا سال 1320 تو اون مدرسه تحصیل میکنه، اما بعد از اشغال ایران تو جنگ جهانی دوم مدرسه های آلمانی تعطیل میشه و اون تو سال 1323 وارد مدرسه میسیونرهای انگلیسی میشه و تا 15 سالگی تو این مدرسه درس میخونه. بعد تو سال 1326 همراه با خانوادهش به سوئیس میره و در اونجا زبان فرانسه و انگلیسی رو یاد میگیره. بعد از جدایی محمد رضا از فوزیه، خانواده دربار دنبال یه دختر مناسب برای محمد رضا گشتن. اینطوری که تو روایت اومده عکس ثریا رو شمس پهلوی میبینه و ترتیبی میده که تو یکی از مجالسی که تو اون زمان تو سفارت ایران تو لندن برگزار شده بتونه ثریا رو ملاقات کنه. شمس به مجلس مهمونی تو سفارت ایران تو لندن میره و با ثریا آشنا میشه و ثریا رو میپسنده. ماجرا رو اول با پدر ثریا خلیل اسفندیاری و بعدم با ثریا در میون میذاره. همچنین به ثریا هشدار میده که باید از خواهرم اشرف برحذر باشی چون شخصیت جاه طلبی داره. احترام مادرم و نگه دار و با شاه از معلومات صحبت کن. بعد از این مهمونی شمس فوراً به ایران برمیگرده و ترتیب مقدمات آشنایی شاه با ثریا رو انجام میده. ثریا قبل از دیدن شاه تو کاخ سلطنتی به پدرش شرط میکنه که اگه شاه اونو نپسندید یا اینکه اون از شاه خوشش نیامد برای بازیگری به هالیوود بره. محمد رضا و ثریا تو همون دیدار اول از همدیگه خوششون میاد و برای ازدواج با همدیگه تمایل نشون میدن. اون زمان اوضاع سیاسی ایران خیلی جالب نبود و به خاطر همین مراسم نامزدی محمد رضا و ثریا خیلی خصوصی برگزار میشه. قرار ازدواج اونا برای 6 دی ماه سال 1329 گذاشته میشه که با نزدیک شدن به مراسم ازدواج ثریا به بیماری عفونی حصبه مبتلا میشه و وقتی که حالش وخامت پیدا میکنه مراسم عروسی رو به تعویق میندازن. در نهایت بعد از طی دوران نقاهت برگزاری عروسی به 23 بهمن 1329 تغییر میکنه. اون موقع محمد رضا تو سن 30 سالگی بوده و ثریا تو سن 18 سالگی. لباس عروسی ثریا رو برند کریستین دیور طراحی کرده بوده. این لباس زیبا 30 کیلوگرم وزن داشته و طوری بوده که ثریا به سختی میتونسته تو این لباس حرکت کنه. برای دوخت این لباس از 20 متر ابریشم و جواهرات زیادی استفاده شده بوده. شاه بسیار زیاد از عروس جدید خودش رضایت داشته و برای مراسم عروسی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های زیادی از بلژیک سفارش داده بود. بسیاری از اهالی سنوف و تجار مجبور شدن هدیه‌ای برای اونا به تهران بفرستن. زیبایی ثریا تنها دل شاه رو نبرده بود و زبان زده همه مردم دنیا شده بود و همه جا از اون به عنوان بانوی چشم زمردی اسم می بردن و با چشماش همه رو جادو می کرد. ثریا برخلاف ملکه قبلی فوزیه که تو ایران تنها بود، اون تو ایران صاحب فامیل عریض و طویلی بود و خیلی زود تونست اونا رو جایگزین اطرافیان قبلی محمد رضا بکنه. موضوعی که برای شمس و اشرف اصلا قابل پذیرش نبود.
با این حال شمس رابطه خودش رو با ثریا حفظ کرد و از اون برای به دست آوردن موقعیت‌های اقتصادیش و همینطور اعمال نفوذ بیشتر استفاده می‌کرد. اشرف ولی با وجود دشمنی با ثریا همیشه سعی می‌کرد خودش رو نسبت به اون خیرخواه نشون بده و با حضور گاه و بیگاه برای احوال‌پرسی به سراغش می‌اومد. اما این رویکردش کاملا موقتی بود و بر مبنای سیاست منفعت طلبانش بود. رجل ایرانی که خیلی نگران جایگزینی ولیعهد برای شاه بودند، در پی به دنیا آمدن فرزند پسر از ملکه ایران بودند. اما هنوز بعد از گذشت 4 سال هیچ فرزندی به دنیا نیامده بود و تو سال 1333 علیرضا برادر تنی محمد رضا که تو حادثه هواپیمایی جون خودش رو از دست میده، با مرگ اون و تحریکات تاج الملوک و اشرف این مشکل به مشکل جدیتری پیش میره، چرا که ثریا تا اون زمان نتونسته بود فرزندی به دنیا بیاره و از اون پس درمان ثریا توسط پزشکان و متخصصان خارجی آغاز میشه و تو سفرهای متعددی که شاه و ثریا به اروپا و آمریکا داشتن پیگیری میشه، اما هیچ نتیجه ای نداشته. اونها به آمریکا میرن و آزمایش‌های متعددی انجام میدن و نتیجه آزمایشات نشون میده که هر دو تو سلامت کامل هستن و هیچ مشکلی برای بارداری ثریا نیست. ولی خانواده و رجال سلطنتی خیلی فشار می آوردن. در نهایت بعد از 7 سال زندگی مشترک به خاطر نازا بودن ثریا، شاه روز 24 بهمن 1336 بعد از توافق با ثریا اونو با تشریفات رسمی به سوئیس می فرسته. و 1 ماه بعد از رفتن ثریا طلاق این دو نفر رو اسفند ماه مجلس شورای ملی اعلام می کنه. بعد از اون ثریا دیگه هیچ وقت به ایران بر نمی گرده. بعد از طلاقم شاه توی بیانیه ای از ثریا تعریف و تمجید می کنه و میگه این طلاق فقط و فقط به خاطر مصالح عالی کشور و حفظ سلطنت موروثی انجام شده و جدایی در عین عشق و اوج محبت صورت گرفته. هرچند دلیل این طلاق نازایی ثریا و نگرانی رجال حکومتی از آینده سلطنت اعلام شده بود، اما برخی شایعات از نارضایتی نزدیکان شاه مخصوصاً اشرف پهلوی از ازدواج محمد رضا با ثریا و نقش پررنگ اون بر وقوع این طلاق حکایت داره. هرچند که اشرف خودش در خصوص این شایعات بارها توی مصاحبه‌های گوناگون گفته با توجه به عشق شاه به ثریا اگه اون میتونست فرزندی به دنیا بیاره جدایی این دوتا از هم غیر ممکن بود. تو نامه طلاقی که توسط گارد سلطنتی ایران به ثریا تسلیم میشه شرایط زیادی برای رضایت و رفاه ثریا قید شده، از جمله اونا پرداخت 2 برابر مهریه که اون موقع مهریه ثریا 500,000 تومان بود، یعنی 1,000,000 تومان بهش پرداخت کردن، و حقوق ماهیانه 300,000 تومان برای اون و عنوان شاهزاده سلطنتی و استفاده از گذرنامه سیاسی برای ثریا بوده، و همچنین ارث بهایی به مبلغ 40,000,000 دلار بعد از مرگ محمد رضا شاه به اون میرسه. ثریا بعد از سوئیس راهی ایتالیا میشه و بیشتر اوقات خودش رو تو مجالس بازیگران و کارگردانان ایتالیایی که از قبل و از زمانی که ملکه ایران بوده اونا رو میشناخته میگذرونه. اون با اینکه از ایتالیا پیشنهاد بازیگری داشته، اما به خاطر ترس از مخالفت محمد رضا اول موافقت نمی‌کرده، تا اینکه سال 1344 یعنی وقتی که 33 ساله بوده تو فیلم 3 چهره زن به کارگردانی فرانکو جلوی دوربین میره. با هم تکایی از این فیلمو می‌بینیم. نمی‌دونم این فردا میام، باید کمک کنیم. چطوری بریم؟ کجا بریم؟ بریم اصلا. هیچ کاغذی که امضا نکردی باشیم بریم اصلا. دیر شده جونم. چرا دیر شده؟ برای من دیر شده دیگه گلی جون. برای کسی گم دیر نزدیز نشده باشه برای من دیر شده. ثریا تو همون سال با فرانکو کارگردان همین فیلم که با هم دیگه هم سن هم بودن ازدواج میکنه، اما 6 سال بعد یعنی سال 1350 این کارگردان توی سانحه سقوط هواپیما کشته میشه و بعد از اون دیگه ثریا ترجیح میده که هیچ وقت ازدواج نکنه و مجرد بمونه. بعد از ازدواج شاه با فرح ثریا شروع به نوشتن خاطرات خودش میکنه و کتابی رو به نام حالا خودم حرف میزنم و به ایتالیایی منتشر میکنه، و بعد از اونم 3 کتاب دیگه به اسامی خاطرات ثریا، کاخ تنهایی و شاهدخت ناکام رو هم نوشت.
سرانجام صبح روز سوم آبان 1380 سریا تو سن 69 سالگی تو آپارتمان لوکس خودش تو آلمان بر اثر ایست قلبی فوت میکنه و پیکرش تو قبرستانی تو مونیخ و تو مقبره خانوادگی خاندان اسفندیاری به خاک سپرده میشه. اما این پایان کار نبوده، چرا که ثروت زیادی از سریا به جا مونده بود. برادرش بیژن هم یه هفته بعد از فوت سریا تو سن 64 سالگی فوت میکنه. اون بعد از مرگ خواهرش گفته بوده که بعد از سریا منم صحبتی ندارم. سریا 10 سال قبل از مرگ خودش وصیت میکنه که به شرطی بخشی از اموالش به کودکان بی سرپرست فرانسه و صلیب سرخ و مؤسسه نگهداری سگهای ولگرد اهدا بشه که برادرش فرزندی نداشته باشه. با این وجود که سریا برادرش رو بعد از خودش وارث برای تعیین تکلیف مالش معرفی میکنه، اما با مرگ برادرش 30 نفر از بستگانش به دادگاه توی آلمان شکایت میکنن و خودشونو وارث سریا معرفی میکنن. حسین فیروزفر راننده و منشی بیژن اسفندیاری مدعی میشه که برادر سریا 15 دقیقه قبل از فوت خودش با تنظیم دستنوشته‌ای اونو تنها وارث خودش معرفی کرده. در نهایت بعد از 14 سال تحقیق و بررسی در سال 1394 دادگاه بخش زیادی از اموال سریا رو به حسین فیروزفر راننده بیژن اسفندیاری واگذار میکنه. همچنین دادگاه مبلغ 6 میلیون دلار باقی مونده رو طبق وصیت خود سریا به مراکز خیریه‌ای که خودش وصیت کرده بود پرداخت میکنه. سریا با اینکه پدرش مسلمان بوده، اما خودش تو فرهنگ اروپایی و زیر نظر مادرش بزرگ میشه و به عنوان مسلمان با پادشاه ایران ازدواج میکنه. در سالهای پایانی عمرش یه صلیب طلایی کوچک همیشه به گردنش بوده و در کنار ویلای لوکس خودش توی ماربلای اسپانیا کلیسای کوچکی رو میسازه. روح شاد و یادش گرامی.